زنن راغلی ما شایسته سالنګ ته. جان رقم نان یادداشتی؟ نان دیگه جواری را میگرتیم، قیگانم قطی میکردیم، گرده پخته میکردیم، خمیر نرم میماندیم، چپاتی پخته میکردیم. آلی کوکاری را که من میکردم دختران میتانم، تنها نانای دستکی میپزن خلا. منفسکای ما شما قیده، ما شما در قفص هستیم، نفس ما قیده بچی. ما که بودیم دبام خو میکردیم، آلی دولی هم که خو میکنیم دروازا را قایم میکنیم. دانو د سالنګ د غرونو ګلالي او تنکی نیالګي دي. دروغ جوړ خوشاله اوسئ او یو ښه شایسته ورځ مو مرا پیل کړې وي. زه نن راغلی ما شایسته سالنګ ته. نو اوس هم د دنګ غرونو او مستو شرشارو سرشارو اوبو پر سر ولاړه یم. نو دلته راغلی یو، موږ به د دغه ځای د خلکو اوسیدونکو سره خبرې او اترې وکړو چې د دوی ژوند څنګه دی، او هغه کسان چې پر دغه لاره باندې رفت و آمد کوي او ځي او راځي دا هغو سره به هم خبرې وکړو. او دغه ډېر جالبه پل دی، نو دلته لین ورته تیر کړی دی د اوسپنۍ لین، که څوک خدای مکه د دې خطر هم شته چې څوک وولېږي. او زه وښوروم د لاندې څخه لرګي دي، بیا پر لرګو سربېره عینې چادر وار کړی دی، نو د دې خطر شته هره ثانیه او هره دقیقه چې خدای مکه څوک وولېږي. او دا یم مرکړی د دې لپاره چې که څوک لیږي دغه باید ونیسي، نو بیا په دې باندې هم څوک تلی سي. نو افغاني تخنیک یې ورسره کړی دی، د دې ځای لرګي لاشري دي، یو څه پنډ دي، اخوا د بیخي نازک نري لرګي دي، سړی باید احتیاط ورباندې وکړي. نو زه هم ځم دغسې د نورو خلکو سره مصاحبې او مرکې کوم. پل دی پر دې باندې ولاړم چې لاندې ډېرې ښایسته سرشارې اوبه بوهېږي. دا اوبه نو د هندوکوش د غرونو د لوړو څوکو څخه راکښته کېږي، دغسې ځي په سیند کې، او لاندې او څنګ ته ښایسته جونګړې دي. نو موږ ځو یو جونګړه دلته، یو خاله پشکې اوسېږي، د دوی کور ته به ولاړ شو، د دوی د حال او احوال پوښتنه به وکړو چې څنګه دوی د غرونو کورونه څنګه دي. اول موږ خپله په دې سوچ کې وو چې د غرو کورونه چې دي دوی څنګه ژوند لري او څه رقم زندګي ده. نو دلته یو دانه کور دی، دغه هم دروازه ده. دا به زه ولاړ شم، ما اجازه ورڅخه اخیستلې ده، نو زه هم داسې ایسته ایسته کښېو کېږم. Thank you.
سالنګ یو غرنی کور ته راغلی ما. تاسو به ډیرې زموږ هیوادوال په دې سوچ او فکر کې چې د خلک چې غرونو کې اوسېږي د هغوی کورونه څه رقم دي او د دوی استوګنځي څه رقم وي. دلته یو خاله دې کور ته راغلی ما، د دوی څخه به پوښتنه وکړم، ما د دوی د حال او احوال پوښتنه به وکړم چې دوی زندګي څنګه ده، ژوند دی دلته څنګه دی، کړاوونه لري نه لري څنګه دی، دا به دوی څخه پوښتنه وکړم. سلام خاله جان، خوب استی؟ بخیر. شکر. سلام بخاطر جان جوره، بخیر. شکر. شما خوب هستی؟ بخیر هستی خاله؟ خیر باشی. شکر. بخیر باشی شما. خدا پردیتان کنن. سی اثر هستی. خدا من به زیر چادری بی بی داشته باشی. آمین. تشکر. سلامت باشی. چند سال میشه در اینجا زندگی میکنی خاله؟ در اینجای من زمین وطن هستم. اونو خانه پدرم هست. من امیز خانه شاورم هست. دیگه ما چهار دختر داشتم یک بچه. دخترکای سه باروسی شده، بچه بهم زن گرفته. خودم قیه یک دختر کلانیم شوی نکده دیگه، من قیه مادر می باشم، اصلا دیگه کسی نی دیگه خیش قیمون کلش فوت کده بیا در زادای مثلا. خانه پدری تانم در اینجا است. باز خاله جان در شهر رفتی یا نرفتی؟ در شهر در وقت دوران جنگ نجیب که سالنگ به انبار شد بچی. اینجا ای چیز نما، خانه ما بالا بود، با او را به ایورای امدادم یک خانه داشتم. با اینجا آمدم خودم بیوزم، به کل معلی مثل توکو را کندم. اینی خانه کارا قی خودم دخترم سنویم، حال یک جای میشینیم. مگم بچه دروغ نمیگویم، من هید در زندگی نه دارایی در گورو میره نی هستی. ده هزار ماش میدندی کم خط خانه شای لفکه کدم. به من رسیم. سال میشه که بیوش شدیم؟ سال 73. سال 73 پدرم از اولادایم در خانه سازی و اسم کرد، دیپوی خانه سازی بود. با اموجا که راکت آمد، اموجا شهید شد. در دوران گلبودی، راکت های گلبودی که می آمد، رد در رد که می آمد، دانمو راکت ها اون از کارتش از پیش. مخیرتش کنم. خدا شما را هم زیر پاک شد. سلامت بخیر. په تصویر کې ګوري دا د خاله د پلار کورونو دا دغه کور څخه راوادسته وي. دا کور چې هم دی دا وایي ما خپل لور مې او جور مې په خپل په لاسونو باندې جوړ کړی دی. خاله جان ببخشي زیات، اینمې خانه از کی است؟ ای خانه ګوزالمه زو ګو خانه. ببخشي که کمې طرف بیا ببینم. شما هم بیایی زیاد ببخشي. شما هم بیایی. خدا داشتن در واقع چیست ایجا؟ آنه او خانه گوای اوجه نفس استنگ نمیشه کنی؟ یه دیگه آنه قدیه داره، با این جوای تازه داره. اوه تازه داره چیست؟ اندور خانه من، نیگه که شولیگه کنم. خاله جان ببخشی، در اینجا هم ببینیم که چی هست؟ مادر شانل می کنم، مادر شانل کرده. خودی از زیاره آلیزی. چند تا گو داری؟ گو راستی بگویم سه تا. مادر شانه دو تا چوچاش. سه دانه گو دارم. مادر شانه دو تا چوچاش. خودتان می دوشی؟ خودم نمی دوشم. حال که شده این از ایچی دختر بتانم. دختر کلانم می دوشه. نه دو تا از ایچی شده. در اینجا که ما می بینیم خاله جان تو تم خوش کردی. شما خودتان در اینجا تو آوار کردیم؟ می چینیم، می بروشیم، پوچشم با سوداگر می هم پنجار پا می خرم. چند است؟ کیلوی تو تا که کیلوی اینو می بروشیم، سیرکی می بروشیم. سیرش باشه؟ سیرش ها باشه ایسا. این بچه. ولی چند به نظرشان چند می شه؟ چند سیر می شه؟ این دیگه ها لگه توت خوبی نداره، یک رقم سیر توت ها پیوند می کنیم. کی توت کبوت خوبش میشه، قاقک میگویم با مردم. قاقک میشه اونوهای سیاه توت هست. اونو طرف هکش قاقک ها یک سیر یا یک و نیم سیر لشه. بنده ایجا چارمغز هم هسته؟ چارمغز ای وطن منه دارم نو یک چند تگه خانه رو دیگه که که آباد کردم بچه ایمان جا یک چند تگه شانده ایمانا. بچه ایمان گه ایمان دروغ بگویم. دروغ در گور منه میدر آیه. چرا تا دروغ گفتن من راسته بگویم خدا هم بفهمد تا بچه اینگه کار نوشه دیگه ندارم چارمغز. یکی دمی وطن گرمه چارمغز را که میشانیم کرمی میشه توز بیشه در اینجا او قبا چارمغز کرمی میشه بچه گرمه گرم.
شما هم خودتان در وقت زمستان ای توت به خود نگاه میکنی در صندلی که میشینی باز سوت میگیری چای؟ اگه اینا لگه ما کایال ما اوقات که زیاد بود دخترهایم بود یک بله تو نگه میکردم حالی که خودم پیچه سفید است من دندان ندارم نمیتانم خواهیده بچی نمیتانم ببخشی خاله جان میشه که پایین برم در اینجا نمیش بس خانم ببینیم شما پیش پیش بیا ما به خاطر گفتم من دخترا که میایم اینجا که میرم با ایتو بیستری و بیبری میکنم به او خاطری بچه را گفتم اجازه نیست خب من رمی آدم ایچه خوشم خاله جان همی پیچه را تفیر کنم چند سال سالی 73 بیوگی کدم ولی به مردی به نامردی چال بخواه تندور خانه که بسه اینی تنور است دانو د دوی اشپزخانه ده دوی دلته پشکی ډوډۍ پخوي زه ولاړه سم ویې ګورم اینګه کې نان خو قدمنی به ګهکا بیام میکنم د اینجا د ای تندور چند نان پخته میکنم نه دانه بچیم به خود ما به عیال فامیل خود ما اینی چای جوش ما سه سای که اینه اینی این تندور ده دانه بچیم باز خاله جان د اینجا تاریکی نمی باشه چی وقت پخته میکنی نان؟ 12 بجه 1 بجه پخته میکنی در روز؟ شب پخته نمیکنی خب باز دیجا برک هست دیجا برک اوی هست از همی بر خیلی های ما خود ما چش دو شریک هستیم با دیگه برقی نمیشه که من آن پخته کنم غیر کالا و تو بیکنم خلا خلا و تو میکنی باز نان خویاد داشتی چند رقم نان یاد داشتی؟ نان دیگه جواری را میگردیم قیگانم قطی میکردیم گرده پخته میکردیم خمیر نرم میماندیم چپاتی پخته میکردیم آلی کوکاری را که من میکردم دختران نمیتانم تنها نانای دستکی میپزن خلا او کار اوها کدن نمیتانم دخترای نو که از هیچ چیزی هم یاد ندارم پلاستیک رفیدیم نمایه میکنی دروغ نه اینجا خاله جان چی هست؟ اینجا مرغای میل میکنم خو مرغا ده اینجا پنج نگاه داری میکنی؟ خاطر یکی اینجا روبه میبره از خانه دل میبره دل خفک یک چیز پوزباری کرد میبره باز ده اینجا سر شیر رقم ده اینجا میمانم بانو سنگا رو میمانم که نکرد ده نور دیر دوی تخنیک کرده ده بیلار ده بیلار که خورا چولی ده یری ده بیاده ده چرگ ورا چه بیا دا سره ور پسې پټه یې بیا ډبره ور باندې ایږدې نو دله نه لاله دله ګاګ یا چیزی پوز باری که ای سنگا رو سرش میمه بیا دا ډبرې اینه میم شما خودی تان کدی از اگر او نو نو جای هاشان خود ما کدیم خود ما میکنم اینجا تر کدیم اینجا تپا کدیم این قاقش دیجا چنده باز زمستانی را میسوخت یا آلی میکنم از زمی میکنیم تندور میکنیم نام تندور از این؟ تندور از این مرغ هم داری خاله جان؟ 4 دانه دارم 4 تا چوچه چوچه نو خریدیم 4 تا چوچه نو ما دو طرف برم که مرغ جای مرغ هم ببینیم چه قسم هسته بیا بساد یا اینی مرغ هم چند؟ اینی مجا مرغ های من خب این همی مرغای تان هست؟ این مرغای ما هست خودتان از درخت داری خاله جان؟ درخت و درخت چی داری؟ درخت اینمی 4 مغزک هست که نوشاندیم دیگه درختی توت کدام چیز دیگه نیم درخت توت اینمی انار هست از شما هست؟ این از ایجا ایسا از همسایی ما آن از ایجا دیگه کسا از همسایی ما هست اون سندیش از با از شما یه نار هم از همون باز در وقتای جوانی که بودی خاله جان
از زی وقت خوش بودی یا عالی خوش هستی؟ اگر بگویم جوانی که بود بیغمی بود، اما توت تلخانه که می خوردیم نان و قه نبود، خوش بودیم. حال خواهی نمی بینی که مشکلات جور شده، بطه بطه خوش، تو خوش هستی که من باشم، خودی بطه خوش ها به جوانی که من باشم. حالی نمی ده که کار میکنه بگه خدا می ده اگر نشه من می ده دور اجان عیف شم، اینمی تو کل ماستیم دیگه. تا ما و شما نفر داریم در دنیا میگوییم که نفس راحت بکشیم، نبادا نفسی که همیشه قید باشه. بچه ما نفسکای ما و شما قیده، ما و شما در قفص هستیم، نفس ما قیده. بچه ما که بودیم دوام خواه میکنیم، حال دولی هم که خواه میکنیم دروازه را قایم میکنیم. ما زنا وقت دایی بامبا خواه میکنیم، قبل شاورای ما مگه بودم بام خواه میکنیم. او دل بیغمی بود. کدام ساله کدوم؟ دوران ظاهرشاه. دوران ظاهرشاه خوش بودینی؟ خوش ای بودیم که یک کوچک مرمی را که کسی فیل میکرد او را ظاهرشاه پرسان میکرد که کوچک مرمی را چی کرد؟ یعنی مرمی را که زدی کوچک شد بیا بچه زدی چخ. یک عسکر که میامد حال نه نه هر چه میکنی یکم تا میگو زیر دامن را میدراهد. دور ظاهرشاه که بود بچه های جوا میرفتن پت میشدن که باز یک تحقیقات از ما نگره یک پدن ما برای آلی نه زیر دامن رو میان که در آن بچه من خواد که 70 ساله این دور ظاهرشاه که آمد آن تو آمد پدر ما در بیج استادش کرد گفت که من سرک سالنگ جور میکنم شما خوش هستی یا نی؟ گفت که چه بگویم دیگه سالنگ یک صندوق بود حال تو بازش میکنی. گفت من مقابل پیش تامنیارم شما کار کنی. چیزی که شنیده مأمور به شما میگویم بچه. حالا جان ظاهرشاه خودت هم دیدی؟ ظاهرشاه را خودم دایتی دیدیم تلویزیونی تو خورد اگر کشتکا بودیم اگر اگر که عقلی بودم دیگه اگر پا میفهمیدم دور ظاهرشاه. حالا که تو بچه می نوال شیفید به می جوان هم نهاید نفس آزاد کشیده نمیتانه بچه. میگه اگر پم غلط نبید دور اجان یک اپ بخشم شود خودت ما ای اوشتو که گه که بودیم ما را مردان نمیماندن که در مجلس کلانا بشینیم اصلا نمیکشیدند ما بیرون. دایی خاله جان زیاد ببخشی دایی جا چی رواج است که یک میمان بیایه چی برشتان بسیار برشان؟ میمان گذاری میکنیم ما مردم اگر داشتم یا نداشتم بعد برین بکنم قورمه بکنم بخشش من را رواج قدیمی میگویم. اگه تابستان بود نان تندوری بپزم شوروا بکنم اگه سلاته بکنم دورش این همی چیزا اگه شو بود یک در اگه برین بکنم یک ماز باشه این چیزا رواج وطن بان زیاد رواج خوبش است. باز در عروسی چی میکنه؟ عروسی در اینجا؟ عروسی دیگه اینمی خودم که عروس ما عروسی کلمی جا پلک اکتوبه بود این با پسان بخش ما وکیزار جور کرد دیگه اینمی آرسی که میکنیم آنم مهتر گل میزنیم دیگه میریم آرس ما را میاریم از قرار توان ما قم و خیش ما معامله میکنیم یک چند رو پگک به او خاطر مادرش چی میدیم. وقت شما که آرسی میکدید در وقت شما مهتر بود یا نبود؟ در وقت من نبود مهتر. شما به چه قسم آورد؟ من خانه پدر رو میسو بود خانه شاور رو با اونجا بود با اونجا جای ما تنگ شد اینجا آمدیم اولیگه کجور کرد. پای رفته پیاده؟ من نه پیاده رو پشت کرد برد. در پشت رفته؟ پشتم که بردم خانه شاورم. باز در این وقت عروس ها چه قسم رنگ لباس چه قسم رنگش بود؟ آلی خو میگن که بریم در اوتل داری یا نداری با ما خوب لباس ما را اوقات یک پیرن بخمل بخشم گرفت بودم یک دانه تمانکه که انتو بیاده پی همیشه رنگگک یک چادره که گل دارد چادری هم نگرفت بودم. باز عروسی که میکردی خوش بودی یا نبودی در این روز؟ گریه کردی یا نبودی؟ عروسی که میکردم خورد بودم و قدر میفهمیدم. چند ساله بودی که عروسی؟ دیگه او قاطع کسی تاریخ نمیگرفت با مسن خودم که البته 14-15 ساله بودم خورد بودی. مکتب خو نخواندی خاله جان؟ در دوران ما مکتب نبود با ما که اولادای ما کابل بردم با بچه ما هم خان دخترای ما هم خان در دوران ما ایجا مکتب نبود. آلی مکتب خواسته دیگه؟ آلی مکتب از این شکک ها می روان.
تشکر خاله جان، سلام. تشکر از شما، تشکر که از من هرگفه که خدایی دیگه غلط نگفته باشم، که خدا از پیشم باختاز نکنه. اینمی چیزا را دیدیم، بخشان گفتیم. زیاد تشکر خاله جان، سلامت باشیم. ما که آرز بین شدیم، در حال پلو میکنن، آرز هم میبرن، دو خواست خمیر میکنن، میتونم بر چپاتی بپن. در وقت ها که بود شما که نامزاد می شودی، باز از شوار خود روی پوت می کدی؟ ها، رواج وطن ماست. امیالی همه کدام تالی ها روی لچی می کنن. من همی آرسم که آوردم، تا وقتی که در خانه خود آوردم، من بچه ام ندیده بودی. دخترهای من مامو رکن. دخترها را هم که آرسی کدم مامو رکن. باز چه قسم است؟ خود شوهر خود زن را انتخاب میکنه یا مادر و پدرش برش انتخاب میکنه؟ با مادر و پدرش که آمد یکام تا کمک یا نشان میده او که ببینه خود دیگه. من اکدرم کار دروغ نمیگویم، اننگی وطن. گفتم که کابل آمدم ایجا دینی روز خدا پرتاف که بای نگندم این بیوزن بود با دختری یا با بچه یکف شد بیمی یا نبرو قوم هم پرسا میکنی، هر که پرسا میکنی بکن. شکر، سلامت باشی. سلامت هم باشی. سلامت باشی خاله جان. دانو یوز ما د نیا پرزای دغه پیسې ز تاسو تر کوم خاله جان بیر شما میتم بر ما دعا کو دونی مزار است وای برګ صف صفای درویش باز کسای کی روان میکرد دین دنیا تا کنه بچیم. خداوندی بچه را هر مقصد و مراد شما کلی افغانستان خداوند از مشکل خلاص کنه. افغانستان ما را امیت آرام شوه که یک فید صدا نشه. این هفته به خود خانه خدا میره دیگه. در افغانستان ما نمیخواییم که یک فیل سلا شد. خاله جان زیاد ببخشی. خاله جان ما باز میاییم پرسانتان میکنم. آلی یک کمی توت بر ما میتی یا نمیتی؟ توت خوشکش دست شما بخورم که چی شوم؟ او نمک شایی. او نمک شایی. او نمک. کمی بگیریم از ایجا. در پاکت پر میکنم میری. خاله جان کمی دست میگرم. دست میگرم. اگر در پاکت هم میگیری. او دیر خاله جانیم دیر شایستی لاوه کروی او نمک ای که قی جنگل هست اینیش چند نمیشه خوبه چیم دستکای خراب نشه اینیش چند نمیشه کلیش نمیشه. زیاد ببخش خاله جان باز آمد شوید. بسم الله دانو ده خاله جانی تفکه ده چی ما تیرا کنه بیا کله چې ریپورت مخلص او بیا وخرو د صدیقی جانی او رشید نور سره یو ځای دا نو ورور جان خرشی زنیست نکړي. نو تاسو په میری چې دې سره سبسکرایب لایک او شیر کړئ او دغه یو څو ښایسته تصویرونه د دې ځای وګورئ. نو یو وخت کې بل خیر سره دوی د دغه هیواد او د دغه جګو جګو غرونو لوړ لوړ شخصیتونه یې ځکه چې دوی زده کړې کوي. نو په سر کې به له خپلې کلالۍ خورجانې څخه پوښتنه وکړم. سلامونه شی جوړی خوب استې بخیر؟ خوب هستم. نامتان؟ بهار. بهار جان د سین په چند هستې؟ سوسه. د باز سین په سیه کې هستې چند نمره هستې؟ دوم نمره استی؟ دوم نمره است. بهار جان دوم نمره. شما چند نمره استی و به چم سم کی؟ من سم هفت هستم. پنجم نمره مکتب لیسه تخمه. پنجم نمره نامی خدای نمی که کاکولا زدی؟ دیگه باز شما پرسان کنم شما در سنفی چند هستی؟ سنف سی. خب بس چندم نمره استی؟ سیم. باز بخیر داینده میخوای چی شوی؟ استاز. استاز؟ نه میخواد. شما بخش زیاد از شما پرسن نکدیم. از ما دکتر. از شما؟ اما
ایچی دکتر. جان دخترای یپان که هست هم مگه دکتر میشه. خدا کنه که در هر رشته اینا با دوی به هر رشته که یا به هر زای که دوی دنده و وظیفه ولری. دو دوی چخه به همون پشت ناکمه بیادر شما در کدام سیمپ استی و در سیمپ چند نمره استی؟ سیمپ پاینده هستم ششم نمره. ششم نمره. ششم نمره. نامی خدا شما؟ ما سیام نمره. سیمپ چهار. دوی نو هم تاسو غواړی چی شي؟ دا اینده می خواهی چی شوی؟ ما دکتر. دکتر شما؟ معلم. معلم نامی خدا دوی چی دی د افغانستان دکتران لخیر سره استادان او گلالی به لخیر سره دکتر ای نو ما هم د دوی د تشویق لپاره یو څه کمی ډالی می راوړی ده وای برګ حساب تحفه درویش نو زه به دوی ته دا ډالی کوم. نیالګی دی او یو ټولنه هم پر دوی باندې ولاړه ده نو خدای دې دوی آباد خوشحاله لري زه هم ځم سالنګ کې ګرځم ښه درسونه ولري درسای خوب داشته باشي بره به مکتب شما سالنګ کې د تفریح ځایونه دي چې دلته ځوانان کورنۍ راځي له تفریح دپاره زیاتره وخت جمعې ورځو کې راځي نور به یو ورور ولاړ دی دلته قالینې او توشکې هم راوړی دی فکر کوم دا به خلکو ته ورکوي په کرایه باندې هغوی به پر کښېني نور به د دې څخه پوښتنه کوو سلامونه بیا در خوب هستي بخیر خدا همشه روز جوړ هستي بخیر خوب هستي نامیتان
نام عبدالوکیل. عبدالوکیل در اینجا آمدی هر روز کسا میه یا روزی خاص میه روز جمعه مردم ها چی قسم میه؟ دیگه مردم ها به تفریح میه، فامیلی میه، به فامیل میه، مثلا مردم ها خوب دیگه روزا جمعه میه، یه بسا بیره بار میشه دیگه وقتا نمیه. وقت تر چی قسم بود؟ میامد؟ دولت پیشینه که بود وقت های کرولا بود دیگه مردم ها میامدن به تفریح یا پر میشه نفر، حالا فعلا مثلا نفر نمیه، روزا جمعه میه خلاص. روزای جمعه کاروبارتان چطور است؟ در اینجا چی میکنی؟ مثال فامیل دو ساعت، ساعت با میگیریم پیسه ایم چای گوره میبره دیگه بیکاری است دیگه دیشی نه چهارو نیست دیگه. در اینجا شما نانی خوشک و قالین توشکی برایش میتی دیگه دیگه خوب بر شما برش دیگه خودشان میره دیگه خودشان میره نان خوش خودشان میره کل چیز خودشان تنها صرف نمیداشته باشن این توشک و این مثال قالین چیزا ما میتی میشن. صندوق تان چی هست؟ صندوق هیچ ظرف از اینی میگم چاینک و پیاله بیم تیره کیسه نانی خوشکم در اینجا آویزان کردی نان خوشکم حالا فعلا از بازار آوردم خانه میبرم. میگفتیم به خاطر مردم که در اینجا میایی به خانه میبرم اینجا خانه از قشلاق به خانه میبرم. خانه شما در این کو هست؟ باز شما مردم آریان هست که کسایی که در کو زندگی میکنه چی قسم خدا نخواسته یک مریض شوه چی قسم میکنه موتر چی قسم بالا میکنه؟ فاز خدا که مریضی وجود نداره، مریضی هم که باشه کدام خاص خاص دیگه کلینیکی جن نزدیک است اول سوالی ما باز فوری زنگ بزنه موتر میگه گرفتش میره وجه درد دارم دکو موتر بالا شده میتونه با هر طرف سرک است سرک برده سر در طرف زمستون چی قسم است؟ زمستون دیگه اوجا دیگه مردم ها دیگه پاک میکنن برف است و زرد کارشون رفع میکنن. شکر سلامت باشه. خیر باشه. آرام باشه. زنده باشه. تشکر. دلته نو د زچوالارم دغه هغه سړک دی چې جنوب ولایتونه له شمال سره وصلوي او په دې لار باندې نو مخدای په ژمي کې مراول په ژمي کې نو بر کوچونه ډیر کیږي اوس هم هوا یخه ده او تاسو ما شاته ګورئ دغه موټران چې دي نو ډیر بلد دي پر دې لار چې ځي کله چې ستړي سي او یا هم نورې د واسه نه کیږي بیا خپل موټران په لاره کې دروي او دوی خپل هم د موټر لاندې بیدیږي. نو زه هم ځم دغه د سالنګ شایستې سیمې او شایسته ځایونه تاسو ته ښیم تاسو په امیر اچ ډي د سره سبسکرایب لایک او شیر کړئ. دلته نو د سالنګ یخي اوبه شایسته فضا او شایسته هوا او ورسره د یخو اوبو سره شایسته مزهدار خوندور خواږه توتان نو بیل خوند کوي. نو د نن ورځې خپرونه مو پر همدې ځای پای ته رسیږي. بیا چې تاسو ته دغسې شایسته خپرونه چمتو کوو په پاک سپېڅلي رفتالام وسپارم. خو په امیر اچ ډي در سره سبسکرایب لایک او شیر کړئ.